میدان هوایی کابل 16 آگست 2021 24 اسد 14 اسد. لحظه یک انتخاب، گام گذاشتن در مسیر مقاومت و پشت کردن به تسلیم. احمد مسعود اینجا تصمیم گرفت تا خود را به بالهای سرنوشت بسپارد. پرواز به طرف پنجشیر. نیروهای مستقر در پنجشیر نزدیک به 2 هفته در برابر حمله های بیامان طالبان ایستادند. پیش از آن اردوی افغانستان از هم پاشیده بود. نیروهای طالبان است که تازه وارد پنجشیر شده است. طالبان از چند مسیر به طرف پنجشیر لشکر کشیدند. نعره تکبیر! در این 2 هفته جبهه مقاومت ملی افغانستان زاده شد. یادآور دورانی که پنجشیر در زیر گام های یک فرمانده افسانه ای بود. احمد شاه مسعود، پدر احمد مسعود. در نهایت خط مقاومت نیروهای وفادار به احمد مسعود شکست و طالبان پنجشیر را تصرف کردند. ولایت پنجشیر که لانه آخرین دشمن فراری بود، امروز و شب گذشته الحمدلله کاملا تصفیه گردید. نیروهای جبهه مقاومت ملی به ارتفاعات پنجشیر عقب نشستند. آنها تبدیل به چالش جدی برای طالبان شدند. جبهه مقاومت ملی یکی از جبهاتی است که طالب از او هراس داره و در تقابل با تفکر طالب شکل گرفته. ولی حالا این جبهه چقدر فعال است و در این 2 سال چه کرده است؟ کشت! راحت. مردان وفادار به احمد مسعود مشغول آماده شدن برای مقاومت علیه طالبان در دره پنجشیر. در اواخر حکومت جمهوری، هسته های نظامی در پنجشیر در حال تشکیل شدن بود. به دلیل ناامیدی از وضعیت در هم ریخته نیروهای مسلح دولت مرکزی. احمد مسعود نزدیک به 2 سال است که رسماً رهبری این جبهه با فعالیت های چریکی را بر عهده دارد. تا حالا نیروهای وفادار به او فعالترین کانون های مقاومت مسلحانه علیه طالبان را تشکیل داده اند. جبهه مقاومت ملی و طالبان ضربه های کاری زدن و خود هم آسیب های جدی دیدن. احمد مسعود در کنار رهبری جبهه نظامی سرگرم فعالیت های سیاسی هم بوده. اینجا دیدار با شماری از افغان های مقیم اروپا که میخواستند از برنامه او برای مقاومت بشنوند. تنها راه برای دفاع از ناموس خود، عزت خود، خاک خود در مقابل هر گروهی که تجاوز میکنه و اونا متجاوز هستن با عنوان شهر، با عنوان حرف دین و دستور دین و با طابق تمام قوانین اسلامی و انسانی و بین‌المللی، حق هر فردی است که از خود دفاع بکنه. ولی جریانی که او از آن رهبری میکند تا چه اندازه توانسته برای طالبان چالش ایجاد کند؟ همین که طالبان در قندهار وطن ملی میکنه، میگه ما این پرچم سفیده که پرچم پشتون هاست، گرچه من به این باور نیستم، من ملی میاندیشم، او پرچم مخصوص طالب هاست، میگه ما این رو به پنجشیر میبریم نصب میکنیم. این نشان میده که طالب ها یک دلهورا و یک استراب روحی و نظامی از جبهه مقاومت دارن و جبهه مقاومت میتونن در آینده ها بر اثر ظلم و فشار و استبدادی که طالب ها برای سایر مردم افغانستان ایجاد کرده، این جبهه میتونه، ای اعمال طالبان میتونه جبهه مقاومت بزرگ و وسیع بسازه. احمد مسعود از همان سالهای آخر نظام جمهوری در افغانستان در قامت یک فعال سیاسی منتقد حکومت ظاهر شد. او با حضور در اجتماع طرفداران پدرش قدرت خود را در بسیج کردن پایگاه اجتماعی به میراث مانده برای خود نشان داد. در ولایتی استراتژیک که به دلاوری و مقاومت مشهور است. آرزو و آرمان پدر من آزادی، استقلال، عدالت و برپایی یک نظام اسلامی معتدل بود، به او خود باورمند میدانم و مسئول تعقیب امی آرمان. مدت ها بود که شماری از رهبران سیاسی گرد او جمع شده بودند. رهبرانی که تعلق خاطر آنها به احمد شاه مسعود، فرمانده افسانه ای سالهای جنگ علیه شوروی روشن بود. فعالیت های احمد مسعود از او چهره ای ساخت که به دنبال تسخیر دلهای مردم است، برخلاف بسیاری از رهبران سیاسی ساکن پایتخت.
او اینجا به دیدار مردم سیل زده در ولایت پروان رفت. دید و بازدیدهای مردمی پایگاه اجتماعی احمد مسعود را به عنوان یک رهبر جوان تقویت کرد. گرچند مشکلات هست، هیچ جبهه را ما نمیتونیم ایدئال بررسی بکنیم و یا بگویم کلن هیچ مسئله یا هیچ مشکل نیست، متاسفانه چالش ها و مشکلات هست، ولی با وصف از او هم تانست که جایگاه و موقف خودت داشته باشه و حفظ بکنه. آن روزها افغانستان گرفتار یک بحران سیاسی بود، بحرانی که بعد از برگزاری یک انتخابات پرتقلب و مناقشه برانگیز در سال 2019 بروز کرده بود. در کنار کشمکش های اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله شریک او در قدرت، بر سر برنده انتخابات حرف از گفتگوهای صلح با طالبان بود. احمد مسعود نسبت به این کشمکش ها به احتمال جنگ هشدار داد. نگران ایم هستیم که بار دیگه این فرصت طلایی و این فرصت خوب مذاکرات صلح مثل گذشته تبدیل به فرصت جنگ نشه، خدای ناخواسته. اینجا در پاریس مارچ 2021، کمتر از 5 ماه قبل از سقوط حکومت جمهوری، شهرداری این ناحیه از پاریس نشان یادبودی را به نام احمد شاه مسعود نصب می کند. تجلیل از یک قهرمان و اعتباری برای احمد مسعود. احمد مسعود خود را ادامه دهنده راه احمد شاه مسعود می داند. نام احمد شاه مسعود به اندازه بلند است که نزدیک به 20 سال بعد از کشته شدنش هنوز عده زیادی در جهان به او ادای احترام می کنند. مسعود جوان در ایران و بریتانیا درس خوانده و با جهان غرب عمیقا آشناست. در تمام مدتی که احمد مسعود فعالیت سیاسی خود را شروع کرده، خالی از انتقاد نبوده. شماری از رهبران سیاسی همراه با پدر او هم در خفا یا علنی از حرکت او انتقاد کردند. اختلافات هم فعلا نیست. این برمیگرده به زمان جمهوریت، به خاطر یک شکاف عمیق در بدنه جمعیت و حزب جمعیت اسلامی به وجود آمد که شکاف روز به روز گسترش، به جایی که نزدیک شوی گسترش پیدا میکنه عمیق میشه، که شما میفهمید ما از صداها و فایل هایی که در صفحات اجتماعی آمده میفهمیم که خیلی از رهبرای جمعیت اسلامی علاوه که بین خود اختلاف داره، باز با احمد مسعود هم اختلاف داره و اختلافاتشان روز به روز گسترش پیدا میکنه متاسفانه. احمد شاه مسعود از بلند آوازاترین فرماندهان جبهه مخالفان شوروی بود که علیه اشغال افغانستان توسط شوروی سلاح برداشته بودند. پنجشیر در دوران این جنگ ها و بعد در دوران اول حکومت طالبان کانون مقاومت بود. کشته شدن احمد شاه مسعود فقط چند روز قبل از 11 سپتامبر 2001 به یک تحول عظیم جهانی همراه بود. زمانی که احمد مسعود 12 سال بیشتر نداشت، پدرش را از دست داد و همان زمان حمله های 11 سپتامبر افغانستان و جهان را وارد مرحله دیگر کرد. حکومت طالبان که به زیر کشیده شد، طرفداران احمد شاه مسعود به کرسی های بلند رسیدند. رئیس جمهور پیشین افغانستان، افغانستان ترک کرد و کشور و ملت در توی رگالت قرار داد. خداوند امراش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواد کردن. 20 سال بعد با فرار اشرف غنی بساط نظام جمهوری جمع شد و طرفداران مسعود هم جایگاه های خود را از دست دادند. احمد مسعود در معرض یک انتخاب قرار گرفت. او به جای اینکه به طالبان تسلیم شود، به طرف پنجشیر پرواز کرد. در پنجشیر هستیم و در کنار مردم خود. انشالله که دیگه ساعته در کنار مردم خود باقی خواهد ماندیم. طالبان سعی کردند تا ابتدا از در مذاکره وارد شوند و احمد مسعود را وادار به تسلیم کنند. چند دور گفتگوهای آنها به جای نرسید و نیروهای طالبان از چند مسیر به طرف ولایت پنجشیر حرکت کردند. شبی که طالبان تسلط بر پنجشیر را جشن گرفتند، نوری امید بخش برای طالبان در شبی سیاه برای نیروهای مقاومت. بعد از چند روز جنگ و گریز، سرانجام طالبان ولسوالی های ولایت پنجشیر را یکی بعد از دیگری تصرف کردند. جبهه مقاومت ملی بعد از این واقعه وارد فازی از جنگ های چریکی شد. آنها بارها چندین نقطه در ولسوالی اندراب ولایت بغلان را تصرف کردند و بعد با ضد حمله های طالبان در کوهستان ها پناه گرفتند.
نیروهای وفادار به احمد مسعود ماه‌ها جنگیدند و ضربه های سختی را به طالبان وارد کردند. اینجا سقوط یک هلیکوپتر و اسیر گرفتن افراد طالبان. ولی در یک سال اخیر جبهه مقاومت به شدت آسیب دید. افراد آنها تحت تعقیب قرار گرفتند، از جمله غیر نظامیانی که ارتباط با جبهه مقاومت را انکار می کردند. شماری از فرماندهان برجسته این گروه کشته شدند. از مهمترین آنها عبدالملک عابد، مشهور به فرمانده ملک، همراه با ده ها تن از افراد تحت امرش در دره عبدالله خیل پنجشیر و بعد خیر محمد خیرخواه با شماری از همراهانش در ولسوالی اندراب ولایت بغلان، یکی از افسران پیشین وزارت امور داخلی افغانستان و از فرماندهان کلیدی احمد مسعود. با این ضربه ها هم جبهه مقاومت ملی از پایین ننشستند. جبهاتی که ضد طالب است، مثل جبهه آزادی، مثل جبهه مقاومت ملی، مثل جنبش های خودجوش زنان معترض، دیگه جز اینا بدیل ما نداریم برای افغانستان و هر آزادی که در آینده شاید در افغانستان می باشه، ما مدیون جبهات و این مقاومت ها هستیم، چی در کوه پایه های اندراب و پنجشیر که از آدرس مقاومت و مقاومتیان میشه، چی از آدرس زنان معترض در جاده های کابل و بلخ و مزار و هرات و بدخشان. جنگ های چریکی ادامه دارد. جبهه مقاومت ملی امیدوار است که بتواند مردم افغانستان و جهان را یک بار دیگر علیه طالبان متحد کند. خود جبهه در درون هم گرفتار چالش های بسیار است. ولی از نظر احمد مسعود، رهبر این جبهه، اگر اتحادی گسترده علیه طالبان در داخل و خارج از افغانستان شکل نگیرد، یک بار دیگر تاریخ تکرار خواهد شد. مصیبت‌هایی که افغانستان، منطقه و جهان را یک بار دیگر تکان خواهد داد.